بسم الله الرحمن الرحیم. در ماه مبارک رمضان واقعیم و در آستانه شبهای خجسته قدر، ماه رمضان اختصاص دارد به تأمل در احوال معنوی و باطنی و تصفیه نفس و تذهیب درون. ماه رمضان ماه دعاست و ماه تقرب به بارگاه الهی. به شهادت قرآن، ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن کریم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و به طور خاص در یکی از شبهای دهه آخر ماه رمضان که موسوم است به شب قدر، تمامی قرآن یک بار دیگر بر پیامبر اکرم نازل شده است. ماه رمضان از این جهت اهمیت دارد که مشرف است به نزول قرآن. ماه رمضان و شب قدر اگر از حیث زمانی و از حیث دنیوی به آن نگاه کنیم، هیچ تفاوتی با شبها و روزهای دیگر ندارند. آنچه که ماه رمضان را از سایر ماهها و شب قدر را از سایر شبها ممتاز کرده است، همین مشرف بودن او به وجود قرآن است و به نازل شدن قرآن. اما وقتی که میگوییم شب قدر مشرف است به شرف وجود قرآن، مراد ما آیا الفاظی است که بر صفحات کاغذ نقش بسته است و آیا فقط باید به این اکتفا کنیم که در ماه مبارک رمضان قرآن رو بخوانیم و قرآن رو تلاوت کنیم و با جان و روح قرآن بیگانه بمانیم؟ آنچه که به قرآن معنا و موضوعیت می‌بخشد، مغز و گوهر قرآن است. چنان که وقتی از عبادت سخن می‌گویند، اهل معرفت دعا را مغز عبادت می‌نامند که الدعاء مخ العباده و لب الطاعه. دعا مغز و گوهر عبادت و طاعت است. قرآن نیز مغز و گوهری دارد، چنان که ظاهری و پوسته‌ای دارد. به همین طریق شب‌های قدر نیز ظاهر و باطنی دارند. در مثنوی مولانا آمده است که هنگامی که از شب قدر سخن می‌گوییم، مراد ضرورتاً یک شب خاص و مشخص نیست، اما این شب قدر در میان شب‌های دیگر پنهان شده است تا آدمیان یکی از این شبها را بیازمایند و در آن شب به دولت و رستگاری و صلاح و فلاح دست یابند. حق شب قدر است در شبها نهان، حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدری جوان، نه همه شبها بود خالی از آن. در میان دلق پوشان یک فقیر، امتحان کن وان که حق استان بگیر. و میبینیم که مولوی در مثنوی از همین متن اشاره به شب قدر گریز میزند به صوفی و عارف راستین، چنان که میگوید که در میان صوفیان یک صوفی راستین وجود دارد و شما باید صوفیان مختلف رو بیازمایید و آن که حق است را بگیرید. به این معنا شب قدر شبی نیست که ضرورتا مشخص در یک شب باشد، اما بنا به رعایت مناسک مذاهب و طوایف مختلف مسلمان، در یکی از شب‌های 21 تا 23 ماه رمضان شب قدر را گرامی می‌دارند و شب قدر شبی است که مؤمنان و مسلمانان تا سحرگاه بیدار میمانند و مشغول به عبادت و ذکر میشوند.
شب قدر شب دعاست، اما اهمیت دعا در چیست؟ در روایات آمده است که الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، دعا حتی قضای الهی رو میگرداند. دعا حتی اگر قضای الهی محکم و مبرم شده باشد آن را تغییر میدهد. و گفتند که شب قدر شبی است که تقدیر آدمیان در آن برای سال آینده رقم می‌خورد و حوادث و اتفاقات آینده جهانیان در این شب مقدر می‌گردد. به این معنا شب قدر همچنین شبی است که مؤمنان می‌توانند از خداوند خودشون بخواهند و دعا کنند تا این دعا استجابت شود و این وعده الهی است که به مؤمنان می‌گوید که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. و این دعا اختصاص به یک شب و دو شب و یک ماه ندارد و همیشگی و دائمی است. آنها که اهل رمضان حقیقی، آنها که اهل روزه حقیقی، آنها که اهل قدر حقیقی و همیشگی هستند، نه یک ماه و نه یک شب، بلکه هر ماه و هر شب این را می آزمایند و این دعا با جان آنها پیوند می خورد. اما این رعایت روزه حقیقی و رعایت روزه دائمی و رعایت رمضان و قدر دائمی در توان همه انسان ها نیست، لذا این توصیه برای رعایت این آداب و مناسک در این شبهای خاص و در این ماه خاص توصیه است که برای عموم مؤمنان است تا آرام آرام و به تدریج این آداب معنوی و این مناسک روحانی را بیازمایند. می دانیم که ماه رمضان ماه روزه است و جایی خواجه نصیرالدین طوسی در توصیف ظواهر شریعت می گوید که نماز و روزه لازم آمده اند برای اینکه نماز کسر قوت غضبی است و روزه کسر قوت شهوی. یعنی چه؟ یعنی که نماز کردن یعنی عبادت باعث شکستن قوه غضب و خشم گرفتن در آدمی می شود و روزه باعث فرو شکستن و تضعیف قوه شهوانی آدمی زاد می شود. این نکته است شناخته شده که در آدمیان دو نیروی قوی و محکم وجود دارند که ضروری اند برای بقای زندگی آدمیان در زمین. یکی قوه غضبی است و دیگری قوه شهوی است. آدمیان نیاز به خشم دارند برای اینکه خودشون رو در برابر تهدیدهایی که در جهان بیرون به سوی آنها می آید مراقبت کنند. و نیاز به قوه شهوی دارند، میل کنند به چیزهایی که در این عالم وجود دارد، بخورند، بیاشامند، ازدواج کنند، صاحب فرزند بشوند، برای بقای نسلشون نیاز به این قوه شهوی دارند. اما در کنار این قوای غضبی و شهوی آدمی، دو نیروی دیگر هم در وجود او موجود است. یکی قوه نفسانی است که به جان آدمیان مربوط است و دیگری قوه عقلانی آدمیان است. صرف وقت بسیار کردن برای پروراندن قوای غضبی و قوای شهوی آدمیان باعث تضعیف قوای نفسانی و قوای عقلانی وجود آدمیان می شود. مراد از قوای نفسانی و قوای عقلانی چیست؟ قوای نفسانی، قوای روحانی و قوای عقلانی به کار معرفت می آید و برای پروراندن این نیروهایی که راه معرفت آدمیزاد را هموار می کنند نیاز به تمرین و نیاز به ممارست است. همان گونه که آدمیان برای پرورش جسمشون غذا می خورند، ورزش می کنند تا تنشون رو سالم نگه دارند، جانشون رو هم به شیوه دیگری سالم نگه می دارند و راه سالم نگه داشتن جان آدمیان در عرصه دین دعا و عبادت است. رمضان ماه امساک و دوری کردن از خوردن و آشامیدن و حتی سخن گفتن و پرهیز از اموری است که به طور عادی آدمیان مرتب به آن
اشتغال دارد. این فاصله گرفتن از خوردن و آشامیدن مادی راه رو بر خوردن و آشامیدن معنوی باز می کند و برای پرورش جان آدمی مفید است. چنان که همه شما شنیده اید این ابیات مثنوی مولانا را که در وصف روزه می گوید که این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. گر تو این انبان زنان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان بازگیر بعد از آنش با ملک انبازگیر. چند شبها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شو دولت بگیر. چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن چند روزی در صیام. و میبینید که این ابیات مولوی هم ناظر است به رمضان روزه و ظاهر امساک از خوردن و آشامیدن، هم ناظر است به پرورش قوای معنوی و نفسانی و عقلانی آدمیزاد. وقتی مولوی میگوید که چند شبها خواب را گشتی اسیر یک شبی بیدار شو دولت بگیر، اشارت دارد به این شب زنده‌داری که مخصوص است به شبهای قدر، شبهای احیا، که مؤمنین در این شبهای مشخص به خواب نمی روند و تا سحرگاهان عبادت می کنند و دعا می خوانند و ذکر می گویند. و این عبادت و ذکر و دعای ماه رمضان علاوه بر اینکه مناسک است، راهی به درون و به باطن آدمیان نیز دارد. برگردیم به موضوع دعا که از کلیدی ترین آداب شبهای قدر است. در قرآن آمده است که هنگامی که بندگان من سراغ مرا میگیرند و مرا میخوانند و از من میپرسند، به آنها بگو که من به آنها نزدیکم. فانی قریب اجیب و دعوت الدعا، دعای دعا کننده را پاسخ میگویم و جواب میدهم. پس دعای مرا اجابت کنید. این نکته بسیار ظریفی است که گویی خداوند آدمیان را فرا میخواند که دعا کنید، با من سخن بگویید، از من چیزی طلب بکنید تا به شما بدهم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. و میگویند که در قرآن آمده است که اگر این دعای شما نبود پروردگار شما به شما اعتنایی نمی کرد، خدای من به شما اعتنایی نمی کرد اگر دعای شما نبود. شما اید که او رو میخوانید و اوست که این دعا رو به شما میگوید، به شما میآموزد و به شما تلقین میکند تا او را بخوانید و او را به او ایمان بیاورید و او دعای شما را اجابت کند. سخن را برمیگردانم به نکته اصلی شب قدر که معطوف است به عبادت و معطوف است به دعا، که دعایی که گوهر و مغز دیانت است، دعایی که گوهر و مغز طاعت است، طاعتی که اختصاص به جسم دارد و اختصاص به زمان و مکان دارد و اوقات مقرر و معینی دارد و دعایی که متصل است با جان و روح آدمیان و پیوسته همراه وجود هر مؤمنی قرار دارد. امیدوارم که در این شبهای قدر پیش رو کمال بهره و حظ معنوی رو از این ساعات فرخنده ببریم و ثانیه و ثانیه این شبهای پیش رو را مقتنم بشماریم و بهره معنوی لازم را از این شبهای پیش رو ببریم.